سلام به حالتون خوبه، عجب کسید، شاد و سلامت باشید، حال دلتون خوب باشه. دوستان امروز یه ویدیو خوب میخوام براتون تهیه کنم راجع به ایمپورت کردن ایمیجا تو محیط ایونجی. اولندش که خیلی هم من پرسیده بودن این صفحه آبیه چیه، تو توش کار میکنی؟ ببینید من تو کانالم ویدیوهامو نگاه کنید، با جی ان استری کار کردم، با پکت تریسه کار کردم، با ایونجی هم کار کردم. این محیط آبیه اسمش ایونجیه. خب ببینید این ایونجی اینجا زده ایو کامیونیتی. خب بذارید من اینو پاک کنم. ایو کامیونیتی رو میبینید اینجا، این یه محیط مجازی ساز شبکه است. بذارید من بیام اینجا. ببینید این سایت ایوه. خب شما بزنید تو گوگل ایونجی، این سایت براتون وا میشه. بزنید evenj.net. اینجا تو قسمت دانلود که بیاین، یه ذره بیاین پایین، دو تا ورژن داره. خب یه ورژن پروفشنال داره، یه ورژن کامیونیتی ادیشنه. کامیونیتیش مجانیه، شما میتونید اینجا حالا یا از طریق مگا یا گوگل OVF اینو دانلود کنید. OVF اینو دانلود کنید، دو تا کلیک کنید، خودش اتوماتیک میاد اینجا اد میشه. یعنی شما هیچ چیزی ندارید که بخوایم ایمپورت کنین توی مجازی سازتون. توی اگه توی ویندوز نصب میکنید، ببین ایزو هم داره که مثل حالا هر ویچوال ماشین دیگه برید از طریق ایزو نصبش کنید. اگه ویندوز کلاینت هستید، بذارید من بیام بالا. آها خب اوکی. اگه سیستم عاملتون ویندوزه، شما باید این بسته هم اینجا اینتگریشن پکتش هم باید نصب کنید. تو اینتگریشن پکت چی میده؟ وایرشارک 3.6 و اینا داره و فیلان و اینا، خیلی به کارتون میاد تو سناریوهاتون. حالا بخواید کپچر کنید یا چیزی. اگه اپلی هستین که حالا بیاین این بسای من که اپلی نیستم، ولی خب یه سری چیزا داره ریکامندده که نصب کنید. ما هم که لینوکسی هستیم که لینوکسیان بیان این کلاینت اینتگریشنش رو نصب کنن. این دوستان شد پس چی؟ پروسه نصب خود ایونجی. خب ایونجی هم مخفف فکر میکنم اینا اینجا نوشته دیگه، Emulated Virtual Environment Next Generation. انجیش میشه نه، هرچی انجی میاد پشتش میشه Next Generation، ولی خب یه امولاتوره در اصل، سیمولاتور نیستش. سیمولاتور میشه پکت تریسر. امولاتور یعنی این که ببینید خلبانا خب موقعی که میخوان هواپیما برونن، مستقیم نمیان بعد حالا اون دورای تئوری بزننشون پشت هواپیما. یه شبیه سازای هستش 90-95% 90% شما همون تجربه رو میکنید که پشت هواپیما نشستین، به اونا میگن امولاتور. حالا من اگه بخوام اینجا سرچ کنم شاید ببینیم. ببینید امولاتور، فلای امولاتور مثلا تو قسمت حالا عکس اگه برم فکر کنم اصلا اشتباه زدم. فلای امولاتور شما اینو سرچ کنید گیرش میارید. خب ببینید یه چیزیه، یه حالت اینجور چیزیه که حالا کابین داره و اینا توش مثلا میشینه یارو خلبانه. بعد که اگه مثلا با اون رفت تو در و دیوار، یه هواپیما ضرر اون کمپانی نشه. خب داستان شبکه هم همینه دیگه. شما مثلا موقعی که سویچی، روتری، فایروالی، لود بالانسری، چیزی زیر لوده، زیر پرشره و بهش میگن تو پروداکشن انوایرمنته، یعنی تو پروداکشن زیر فشار بار روشه داره کار میکنه، اصلا خطرناکه که بری اونو دستکاری کنید، اصلا نمیذارن این کار رو انجام بدید. شما میان اینجا کارتون رو انجام میدین، کانفیگتون رو میکنین، میتونین بکاپ بگیرین، حالا برین تغییراتتون رو انجام بدین،
ولی اینجا سند باکس ما شبکه کارا و بچه های دوستدار آیتی و کسایی که علاقه دارنه، ما اینجا میایم بازی بازی میکنیم دیگه، پکت کپچر میکنیم، سناریو مختلف پیاده سازی میکنیم و اینا. 95% شبیه محیط واقعیه، یعنی هیچ فرق نه، شما موقعی که با امولیتور کار میکنید اصلا اعتماد به نفستون میره بالا، وقتی پشت دیوایس واقعی میرید، یه ریل دیوایس میرید، اعتماد به نفستون اینجاست. ولی وقتی پکت تریسه کار میکنید اعتماد به نفستون اینجاست. چرا؟ چون پکت تریسه نقاشیه دیگه، فقط اونجا نقاشی میکنن. البته خیلی طول خوبیه، الان آپدیت جدیدش هم خیلی عالیه، شما میتونید API وارد کنید، شما میتونید پایتون بنویسین تو پکت تریسه، خیلی طول خوبیه. ولی من شخصا تجربه خودم اینو دوست دارم، شما اگه میخوای اتوماسیون هم انجام بدی بیا تو این انجام بده، یه لینوکس دست کن، کانکتش کن به راوترت یا به اون شبکه، ویلن منیجمنت بساز، ویلن اتوماسیون بساز، اتومات کن شبکه تو. من سناریو اتوماسیون هم دارم، حالا چونه درازی نکنم، توی ویدئوی دیگه براتون میذارم. امروز من میخوام بگم که آقا ما اومدیم اینو نصب کردیم، خب اینا رو رفتیم جلو، این پله به پله رفتیم و دانلود کردیم و نصب کردیم. نصبش هم اینجا خیلی آسونه، انگار شما دارید یه دبیان نصب میکنید یا یه سنتوس دارید نصب میکنید، نکس نکس و حالا هاست نیم میدین و آی پی تون استاتیک باشه، دی اچ سی پی باشه، میدین و میان جلو. این بهتون یه دونه آی پی میده، خب آی پی رو که بهتون داد، موقعی که بود میشه میاد بالا یه آی پی بهتون میده، آی پی رو که بهتون داد، ببین مثلا اینو به من داد، خب بذارید حالا من این سشنمو ببندم و یه ریستارت کنم که ببینید شما اصلا از اول ببینید چی جوری میشه. ببین من اینو الان ریستارت کردم، خب این میره پایین میاد بالا، دوباره بود میشه میاد بالا، موقعی که ریستارت میشه ببین الان دیسکای منو به من نشون داد، SDA SDB SDC، الان یه دونه آی پی توف میکنه بیرون اینجا، ببینید 192.168.178.77. شما اگه میخواین به رابط گرافیکی، به محیط گرافیکی اون لابراتوار دسترسی پیدا کنین، آی پی رو میارین اینجا میزنین تو برازرتون، 192.168 اینا من دارمش از قبل، اینجا میزنید، حالا من لابراتوارم باز بود، یه همچین صفحه واسه تون باز میشه. خب حالا من اینجا چند تا فولر دارم و چند تا سناریو قبلا کار کردم، اینجا مثلا چند تا ساختم، ولی امروز مثلا بذارید من اینو پاک کنم که امروز بریم با هم دیگه سناریو جدید بسازیم. اینجا مثلا میام یعنی لب میسازم، اسمشو میذاریم وای، آتورش هم مثلا علی قلی برای مثال. ببینید این مودتون شما بای دیفالت دارک نیستش، اینجوریه، خب اون مود اولی که میاریم بالا لب آواز بکنیم این شکلیه، ولی من چون چشم اذیت میشه میذارم رو دارک مود، اینجوری کمتر نور میخوره تو چشم. یه راست کلیک تو صفحه کنید و روی نود بیان، واسه شما این آبیا همش اینجوری خاکستریه. چرا؟ چون شما ایمیجی ندارین، ایمیجی ایمپورت نکردین، اولش فقط به شما اینو میده بای دیفالت، یه وی پی سی هست این پایین ها، اگه پیداش کنم، ویچوال پی سی، این فقط آبیه، خب یه کامپیوتر ویچوال اینو فقط بهتون میده، شما میتونید مثلا چیز کنید. حالا من کاری ندارم اینا شو همه شما پسش برمیاین، فهم میخوام که بچه‌هایی که آشنایی ندارن این ویدیو رو نگاه کنن چجوری ایمپورت کنیم که مسیر طولانی نریم، چون دو تا راه هستش، یکی راه آسونه که من امروز میخوام بهتون نشون بدم، یکی همینه که لقمه رو اینجوری بزنید دهنتون و راه سخت رو بریم. بریم راه آسونش ببینیم چیه. ما اینو روشن کردیم، آی پی مون رو گرفتیم، یا فایزیلا باید داشته باشید یا وین اس سی پی، خودش بهتون میگه. ببینید اینجا من تو سایت ایویام تو قسمت داکیومنتیشنش
بچه ها داکیومنتیشن این سایت هم خیلی خوبه، خیلی خوبه، یعنی همه چی رو مو به مو بهتون توضیح داده، کوک بوک داره، نمیدونم. ببینید مثلا من اینجا میخوام how to load image، چجوری ایمیج رو بارگذاری کنم، اینجا کلیک میکنم تمام برندهای مختلف رو به من نشون میده. خب که چجوری، حالا من مثلا امروز میخوام یه F5 بارگذاری کنم، میام F5 Big IP رو میزنم. ببینید اولین خطش به من گفته چی، حالا اول که توضیحاتی داده، گفته اسم ایمیج اینه، بعد ورژنش اینه، چقدر ویچوال سی پیو میخوایم، چقدر ویچوال رم میخوایم و اینا، یه توضیحاتی راجع به خود ایمیج داده. اینجا اومده گفته که چی، یا فایزیلا میخوای یا وین اس سی پی. اوکی، پس یا فایزیلا میخوای یا وین اس سی پی. من حالا وین اس سی پی ندارم، فایزیلا دارم، میام چیکار میکنم اینجا، میام آی پی رو میزنم 192، همون آی پی که بهم داد، 168.168.77 رو میزنم، یوزرم که روته، پسورد هم حالا میزنم و اوکی. الان ما اتنتیکیشنمون فیل شد، اوکی فکر کنم اوکی. خب ببینید ما الان وصل شدیم به این ماشینه، به همین ایونجی. خب اینو مرکز دیگه، اینو به حالت مرکز در نظر بگیری، ایمیج اون رو باید تو این ایمپورت کنیم. خب اینجا که وصل میشیم، بعد یه بیاین عقب تو فولدر OPT بچه، اینجا مسیر رو داشته باشیم، من میرم جلو اگه یادتون رفت اینجا داشته باشین، تو فولدر OPT یونیت لب ادانز کیمو، تو کیمو میایم اینجا. حالا باید چیکار کنیم؟ اینجا باید این نیو فولدر بسازیم. من اینجا یه دونه راست کلیک میکنم، کریت دایرکتوری. خب کریت دایرکتوری اسمی باید واسش بذاریم. من اینجا چون که این خودش اینجا تو محیط کامند لاین همین کارو میکنه، اسم دایرکتوریشو این گذاشته، منم همینو میذارم که یه موقع حالا داستانی نشه. میدونیم اینو پاک میکنیم و اینو پیست میکنیم. ورژن مال ما 16 بچه ها. خب این ورژن چنده؟ 14. من ورژن 16 رو اوکی کنم. خب یه دایرکتوری ساخته شد اینجا، بیگ آی پی ورژن 16. حالا ایمیجمونو که از قبل دانلود کردیم، الان اومدیم سر ایمیجه. ببینید ایمیجا جای مختلفی میشه دانلود کرد، مثلا 40 بیگ آی پی اینا بهتون چیز میدن، خودشون یه ایمیل بسازین تو سایتشون ثبت نام کنین، خودشون بهتون یه دونه ویچوال ایمیج میدن واسه لابراتور که شما برین تو لابراتور باش تمرین کنین، مجانی هم هستش، فری، فقط باید ثبت نام کنین و دانلود کنین. گزینه بعدی اینه که من یه وبسایت خوبی دارم، تو پایین این ویدیو میذارم، اونجا میتونید مستقیم دانلود کنید حالا هر ایمیجی که دوست داشتید، اوکی؟ ولی بیگ آی پی رو نداره اون سایتی که من میذارم، هر چی شما بخواید داره به جز بیگ آی پی. بیگ آی پی رو من رفتم خودم از تو سایتشون ثبت نام کردم، ایمیلمو دادم، دانلود کردم، یه سریالم بهتون میده که اکتیویت میکنید. بعدن حالا بخوایم بیگ آی پی نصب کنیم توی ویدیوی دیگه بهتون نشون میدم. من اینو دانلود کردم، بعد این ایمیج ما زیپ بود. خب اینو من اومدم راست کلیک کردم، اکسترکتش کردم، این از توش در اومده. خب بسته‌بندی کردم، زیپو کشیدم، و ما زیپو کشیدیم پایین، این پرید بیرون. الان ببینید من مثلا توی دسکتاپم دو تا بیگ آی پی دارم، یه زیپ فایله، یه دونه هم کیوکاتوه. میرم تو این فولدره که ساختم، اینی که زیپ نیست میکشم میارم میندازم این طرف. خب فقط این دوستان 6 گیگه، یه ذره زمان میبره. لپتاپ من حالا اون محیط ماشین مجازی هم روشه، ویچوال هم روشه، براوزر من باز، دوربین من داره کار میکنه، پروسسور من یه ذره تحت فشاره. من پاز میکنم، این که تموم شد بریم ادامهش رو با هم دیگه تا اینجاشو داشته باشیم، باقیش هم بریم با هم دیگه ردیف کنیم.
خب دوستان، این دیگه داره تموم میشه، یه 10 ثانیه دیگه مونده که این پروسش تموم شه. 6 گیگ بود و منم حقیقتا زیاد جا نداره هاردم و خیلی پر شده، ولی دیگه به عشق خودتون گفتم این ویدیو رو بگیرم. لطفا یه سابسکرایب کنید، یه کامنتی بذارید، آبونیرن کنین کانال منو. اوکی، دمتون گرم، مرسی از حمایتتون. خب دوستان، این اومد اینجا، حالا قدم بعدی چیه؟ میگه که موقعی که اونو ریختی اونجا، بیا این به حالت زیپه آنزیپش کن که ما کردیم. اسمش هم باید تغییر بدیم، یعنی از اون چیزی که هست، این کامند موو اسم فایل رو تغییر میده. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ ما نمیخواد کامند بزنیم، من راه ساده رو به شما نشون میدم. به این یه راست کلیک کنید، رینیم رو بزنید، اسمش رو پاک کنید هرچی هست، تمام، پیست میکنی اسمش عوض میشه. خب حالا یه چیز دیگه مونده، ببینید هر چیزی رو که ایمپورت کردی، این کامنده رو باید بزنید. این کامند فیکس پرمیژنه، اینو دیگه اینجا نمیتونید بزنید. خب ما دیگه اینجا کارمون تقریبا تمومه، دیسکانکت هم شدیم از سرور. ببینید اینجا این کامنده رو دیگه باید تو خود ایو بزنید. آه، من لاگین نکردم. لاگین کنیم، چی بود کردنشیالمون؟ روت، پسوردمون هم که حالا میزنیم. تو ادیت بیا، اینجا گزینه پست داره، ما اینو پیست میکنیم توی کنسول ایونجی. اوکی، تموم شده رفت. دیگه اینم میتونی چی دیسکانکت بشیم، کاری دیگه باهاش نداریم، تموم شد و رفت. آب خوردن هیچ کاری نداشت، دیدین؟ حالا میایم چیکار میکنیم؟ من میرم از این گوشه کلیک میکنم، میرم. ببینید اینجا الان نودو میزنیم، یه اف بزنید، F5 آبی شده. خب بعد CPU به ما پیشنهاد داده 4 تا بذاریم، ما هم 4 تا میزنیم، رمش هم که اوکیه و اوکی. دوستان به همین سادگی ما ایمیجمون رو ایمپورت کردیم. حالا این لود بالانسر بود، شما روتل بیار، سویچ بیار، ویندوز بیار، لینوکس بیار، هر چی که دوست داری بیار، آقا اسمارت فون، اپل، هر چی که دوست داری میتونی اینجا مجازی سازی کنی. حالا پروسه نصبش هم ببین، اینجا راست کلیک هم که میکنیم استارت میخوره. حالا پروسه نصب بیگ آی پی رو توی ویدیوی دیگه میریم، به امید خدا که این ویدیومون طولانی شد. دوستان دستتون درد نکنه که وقت گذاشتین ویدیو من نگاه کردی، امیدوارم که این ویدیو به کارتون بیاد، بتونید ازش استفاده کنید و بتونیم تجربه بگیریم از ویدیوها، کانتنت های همدیگه بتونیم 4 تا تجربه خوب کسب کنیم. همتون رو دوست دارم، لینک میذارم پایین ویدیو. ببخشید که من نمیتونم مرتب ویدیو بزنم براتون، من یه ذره از لحاظ کاری سرم حقیقتا شلوغ این روزا، به امید خدا یکم سرم خلوت تر بشه یه حال اساسی به کانال میدم، قشنگ ویدیوهای خوب و مشتی میذارم واسه تون، حال شو ببرین. دوستتون دارم، مرسی که نگاه کردین، آبونیرن کنین، لایک کنین، لطفا منو از حمایت خودتون محروم نکنین، دستتون درد نکنه. همتون رو دوست دارم، خدا نگهدار.